محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در مراسم نمایش پرواز تیاره های نظامی که سوی وزارت دفاع ملی برگزار گردیده بود سخنرانی نموده گفت سال 1394 سال بقای افغانستان بود و وقتی که تاریخ ای سال نوشته شوه کارنامه پیلوت های افغانستان به خط زرین نوشته خواهد شد. اگر چه در افغانستان پیلوتان اوکلل هر لحظه به زور بنده بیارم تاس یو راز لخطر نه اونه تختید تاس په میړانه هر دخته که هر غر چوکیتا او هر دریتا په جرات کتا سوی هغه تیاری چه هیچا اربانده باور ندرلود چه حرکتو کی تاسه حرکت ورک دزلل کومه منن. در این مراسم که در میدان نظامی قوای هوایی کابل برگزار گردید رئیس جمهور غنی گفت من میخوام که بازم از شهدای قوای هوایی دگروال بخت الله دگروال محمد شفیق و جگلن جنت خان یاد کنم. خاطره از اینا همیشه امرای ما زنده خواهد بود و تعهد دولت افغانستان و همه منصوبین قوای امنیتی و دفاعی خواهد بود که اولاد از اینا را اولاد خود خواهد شمرده. رئیس جمهور غنی افزود قوای امنیتی و دفاعی افغانستان واقعا با سربازی تمامیت ارضی استقلال عزت و حیثیت از این خاک نگاه میکنه. قوای هوایی ما در شب و روز انشالله و تعالی قادر خواهد شد که در هر نقطه افغانستان پرواز کنند و در هر جای ممد قوای زمینی ما باشند. رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد که امروز روز تقویت قوای هوایی کشور است و از انجینران و پیلوتای قوای هوایی که از استقلالیت و حیثیت کشور دفاع نمودند تشکر نمود و اضافه کرد که شما پل ارتباط و افتخار همه ما هستید و بالایتان سرمایه گذاری صورت می گیرد. رئیس جمهور غنی افزود نزد والم چه طولو وطن والو تا مخصوصا قوای امنیتی و دفاعی ما را اطمینان بدم که هیچ وقت قربانی شما که در میدان جنگ انجام دادین در میدان سیاست از دست داده نخواهد شد. ما متعهد هستیم که همه مردم افغانستان در آغوش دولت بگیریم، یک دولت مردم سالار همه مردم خود در آغوش میگیره، کسایی که آغوش وسیع ملت قبول نمیکنن خودشان خود با آشیا میبرن. رئیس جمهور کشور تصریح نمود که هیچ کس خواست خود را بالای افغان ها تحمیل کردن نمیتواند و علاوه کرد که در مورد صلح موقف ما واضح است و خواست ما صلح با عزت و استوار با قانون اساسی می باشد که حقوق مردم ما را تأمین نماید. رئیس جمهور غنی گفت جنرالان ما بیشتر از هر کس خواهان صلح می باشند زیرا آنان می دانند که قیمت صلح بهای خون سرباز بریدمل افسر و جنرال ما است و اضافه کرد که به خاطر دفاع افغانستان و حفظ تمامیت ارضی این قربانی را می دهیم. رئیس جمهور کشور افزود که ما هدفمند و متحد هستیم و با همبستگی کامل مشکلات موجود حل خواهد شد. او اضافه نمود که خواست اساسی مردم تامین امنیت، ثبات و زندگی مرفه می باشد که این امر تحقق خواهد یافت. رئیس جمهور کشور از کمک کننده بین المللی به ویژه از ماموریت حمایت قاطع و کشور هندوستان که در زمینه تقویت قوای هوایی سهم ارزنده داشتند قدردانی نمود. سپس مدال‌های عالی دولتی از سوی رئیس جمهور به عبدالوهاب کندوزی و انجینیر خوشحال به خاطر انجام خدمات صادقانه‌شان در چارچوب قوای هوایی کشور اعطا گردید. در اخیر در حضور رئیس جمهور و سرقومندان اعلی قوای مسلح کشور مراسم نمایش پرواز تیاره‌های نظامی مختلف و نوع قوای هوایی انجام شد.